آقای محمدی، منم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. همونجوری که به حال شما اشاره فرمودین، قرارداد آقای شفر ظاهرا تعلیق شده با صحبتایی که مدیر عامل باشگاه استقلال رسما امروز اعلام کردن. اما نکته جالب این است که دیروز تا آخرین خبرهایی که به حال ما پیگیرش بودیم، حتی در فرودگاه مهرآباد در بازگشت آبی پوشان حضور داشتیم، صحبت از این بود که چنین اتفاقی نیفتاده و مدیر عامل باشگاه استقلال صراحتا اعلام کرد که از آقای شفر تا انتهای فصل حمایت خواهند کرد. اما امروز صبح به حال خبرهایی مبنی بر به نوعی تعلیق شدن قرارداد آقای شفر یا به نوعی کنار گذاشتن آقای شفر مطرح شد و فرهاد مجیدی موقتا هدایت آبی پوشان رو تا پایان فصل بر عهده خواهد گرفت. زمین که فرهاد مجیدی به قول معروف یه شرط هم گذاشته و گفته که من فقط تا 5 تا بازی در کنار استقلال خواهم بود و به عنوان سرمربی موقت کارم رو ادامه نمیدم. به حال اتفاقات عجیب و غریبی در حال حاضر در باشگاه استقلال در حال رخ دادن هست. ما هم اکنون در باشگاه استقلال هستیم. از صبح امروز شنیده شد که آقای فتی با حضور چند تن از پیشکسوتان ظاهرا جلسه ای رو گذاشتن تا آخرین موارد رو در خصوص اتفاقات استقلال بررسی بکنن و ما تلاش خواهیم کرد که در باشگاه استقلال حضور پیدا کنیم. اگر آقای فتی پاسخگو باشن به حال ما استقبال خواهیم کرد. در مورد قرارداد آقای شفر هم صحبت ها و حواشی زیادی وجود داره. گفته میشه قرارداد آقای شفر به نوعی ترکمان چایی بوده با باشگاه استقلال، با توجه اینکه به حال آقای افتخاری و آقای توفیقی این قرارداد رو امضا کردن و به حال بندهای عجیب و غریبی در قرارداد آقای شفر هست، مبنی بر اینکه تمام اقساط خودش رو پیش از موعد باید دریافت کنه. حتی اگر استقلال نتیجه نگیره، آقای شفر نباید پاسخگوی حالا هواداران و حتی اصحاب رسانه باشه. تمام این اتفاقات افتاده و در حال حاضر فرهاد مجیدی سرمربی موقت استقلال هست و طبق حالا باز اعلام باشگاه استقلال قرار هست در جلسه هیئت مدیره در نهایت در مورد تکلیف آقای شفر هم بررسی های لازم انجام بشه. این نکته هم اشاره بکنم که قرارداد آقای شفر با استقلال حدود 1,200,000 دلار هست که اگر باشگاه استقلال بخواد آقای شفر رو رسما کنار بذاره، در حدود 17 میلیارد تومان باید به این سرمربی آلمانی پرداخت بکنه. به صحبت همین بود که آیا این واژه تعلیق به خاطر کنار نذاشتن آقای شفر، اخراج نکردن آقای شفر، یا علت دیگه ای داره؟ ما منتظر بودیم عکس العمل رسمی و عکس العملی از سوی هیئت مدیره باشگاه استقلال دریافت بکنیم که شما میفرمایید جلسه هنوز تموم نشده. متشکرم از شما آقای کاظمی از مقابل باشگاه استقلال.